خانم دکتر اگه موافق باشین از همین نخستینه شروع بکنیم. چقدر سهیم بود این بالاخره نخستین بانوی وزیر در جمهوری اسلامی برای تصمیم گرفتن شما که جواب مثبت بدید به این پیشنهادی که به شما شده بود و پیشنهاد سنگینی هم بود؟ من یک سفری رو داشتم وقتی رسیدم به تهران، توی مسیری که میرفتم که برم به سمت به اصطلاح محل کار خودم، تلفن زنگ زد و گفتن که از دفتر ریاست جمهوری با شما کار دارن. و بعد دیدم که آقای دکتر شیخ الاسلامی که در اون زمان مسئول دفتر ریاست جمهوری بودن، ایشون پشت خط تلفن هستن و از من دعوت کردن که من روز چهارشنبه ساعت 11 اونجا باشم. من گفتم من تا 12 رو درگیر هستم و بعد از 12 گفتن 12:30. تو این فاصله فکر کردم پیش خودم که به چه علت من رو دعوت کردن. فکر کردم که ممکن است احتمالاً به عنوان مشاور امور زنان و از این قبیل موارد باشه. وقتی که جلسه با آقای دکتر شیخ الاسلامی برگزار شد، ایشون مسئله وزارت رو مطرح کردن که من هم به شدت مخالفت کردم. تقریباً شاید نزدیک به 2 ساعت با هم صحبت کردیم و هرچه که ایشون گفتن من مخالفت کردم و گفتم که این مسئولیت خیلی سنگین و خطیری است. بندم هیچ وقت متقاضی نبودم، چون واقعا یک شانه های خیلی سترگی میخواد تا این بار بزرگ رو تحمل بکنه، مسئولیت سلامت 75 میلیون جمعیت. و این رو بهتر است روی دوش کسانی بگذارن که خودشون متقاضی هن، چون بسیاری از آقایون بودن که سی وی هاشون به دستشون بود، پشت در اتاق ها ایستاده بودن برای گرفتن این پست. ایشون گفتن نه، ما شما رو میخوایم، حتما هم میخوایم که خانم باشه. بنده گفتم خب من چند نفر از خانم ها رو به شما معرفی میکنم. یادم میاد که 2-3 نفر از خانم ها رو معرفی کردم. چرا معرفی کردم دکتر؟ حالا برای مثال خانم دکتر شهربانو نخعی، خانم دکتر فاطمه نیری. و ایشون گفتن که نه، ما روی این هم صحبت کردیم، نظرمون روی شماست. بنده هم گفتم که من نظرم منفی است. گفتن حالا شما فکراتونو بکنید، حالا فعلا جواب منفی ندید. که بعد من اومدم و مشورت کردم با خودم، خلوت کردم و بالاخره باز با ایشون تماس تلفنی گرفتم. بعد این تماس ها تقریبا ظرف شاید یه چیزی حدود 1 هفته یا 10 روز بعد بود که با توجه به همون تحلیلی که خدمت شما گفتم به ایشون اعلام کردم که من پذیرفتم. وقتی با خودشون دیدار داشتن قبلش با خدای احمد نشان، حالا اینو خدمتتون بگم، وقتی که ایشون اعلام کردم، ما دوباره ملاقاتی رو با خود آقای دکتر شیخ الاسلامی داشتیم و در اون ملاقات ایشون تلفنن با به اصطلاح خود شخص رئیس جمهور صحبت کردن، گفتن که خوشبختانه خانم دکترم پذیرفتن. و بعد از اون ما یک ملاقاتی هم طبق معمولی که بالاخره بایستی وزرای پیشنهادی با خود شخص رئیس جمهور داشته باشن با ایشون داشتیم. در اونجا خب من چند تا مطلب رو مطرح کردم. یکی اینی که بالاخره بنده یک زن هستم، یک وزارتخانه خیلی سختی هست وزارت بهداشت که میخواد مسئولیتش به من سپرده بشه و حتما اگر حمایتی بیش از سایر وزرا صورت نگیره، ممکن است که این وزارتخانه مشکل پیدا بکنه. و از ایشون خواستم که حمایت بیشتری بکنن، ایشون هم پذیرفتن. بعد مطلب دیگری رو خواهش کردم که این وزارتخانه وزارتخانه تخصصی است، وزارتخانه کارشناسی است و ایشون اجازه بدن که ما افرادی رو که صلاح میدونیم، چه به عنوان معاون، چه به عنوان مشاور، چه کسانی که بالاخره بایستی امور اجرایی رو به دست بگیرن، اینها رو بیاریم فارغ از همه این موارد از جمله خط و خطوط و غیره و اینها. باز ایشون هم موافقت کردن که من در حقیقت نظرم این بود که ما دخالت‌های به اصطلاح بی‌مورد رو تو این زمینه با توجه به حساسیت وزارت بهداشت نداشته باشیم یا خیلی کم داشته باشیم، چون وزارت بهداشت واقعا یک وزارتخانه 100% تخصصیه که با یک مطلب بسیار مهمی که از این مطلب چیزی خطیرتر نیست و اون سلامت و جان مردم هست سر و کار داره. بعد خانم دکتر خودتون میخوام از این منظر نگاه کنید، آیا رئیس جمهور واقعا هدف گذاری خاصی داشت برای این وزارتخانه به گذاشتن شما به عنوان یک
نیروی با تجربه پزشکی و عرصه پزشکی رو دیده، عرصه قانونگذاری رو دیده، یا یعنی که نه، میخواست فقط صرفاً یک وزیر زن بگذاره در اونجا و اولین وزیر زن در واقع در کابینش رو ایشون معرفی بکنه. هدف گذاری خودش برای شما تقریباً تو گفتگوهاتون مشخص بود؟ من واقعش اصلا فکر نمی کردم که فقط بخوان یک وزیر زن بگذارن، چون اگه میخواستن این کارو بکنن خب این همه خانومهایی بودن، به خصوص خانومهایی که خودشون هم متقاضی بودن، بعید میدونستم این طور باشه. فکر میکردم خب شاید ایشون بخوان وزیر زن بگذارن، ولی در هر صورت در کنار او هدفشون هم این هست که بالاخره این وزیر زن موفق هم باشه در کارش، چون موفقیت یک وزیر یعنی موفقیت دولت و یعنی موفقیت رئیس جمهور. و من از ابتدا با یک همچین دیدگاهی وارد شدم، همچین فکری رو میکردم. فکرم نمی کنم جز این بوده باشه، چون یک آدم عاقل نمیاد همه خانوم ها رو کنار بگذاره بیاد یک خانوم دیگری رو انتخاب کنه بگذاره، و اون هم با اون مخالفت هایی که از ابتدا من داشتم و صحبت هایی که با مسئول دفتر ایشون داشتیم. بعد جایی خوندم که اصلا سال 8 برای خودتون جالب نبود که شما رو انتخاب کرده، از این جهت میگم که سال 88 فکر کنم به ایشون رأی نداده بودید، درسته؟ حالا شما ما رأیمون مخفی است، اینجا میخواهید علنیش بکنید.